به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین گرامی و هموطنهای نازنینم. بریم سراغ تحلیل از جنس خودم، یک نگاه رئالیستی داشته باشیم به ماجرای پاسخ ایران به اسرائیل. این پاسخ کمی به درازا انجامیده، دلایلش رو باید نگاه کنیم. یک موضوعی رو ابتدا در چارچوب تحلیل قرار بدیم. زمانی که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید، ایران ظرف دو سه روز پاسخ داد، عین الاسد. بعدها گفته میشه که پیامی اومد که ما تا همین میزان میخواستیم انتقام بگیریم، پاسخ بدیم، پاسخ ما تموم شد. به این چی میگن؟ به این میگن جنگ کنترل شده. اساس جنگ کنترل شده چیه؟ قبلا هم گفتم روابط بین الملل انعطاف پذیره. یک مؤلفه ای استاد عزیزم جناب آقای حسن عباسی داره و من از ایشون آموختم، به نام مؤلفه تشدید افقی و تشدید عمودی در جنگ. معناش چیه؟ تشدید افقی یعنی اضافه شدن جنگ به دیگر کشورها و دیگر مؤلفه‌ها. تشدید عمودی معناش چیه؟ یعنی که شما یک حمله به تو انجام میشه، پاسخ میدید، اون پاسخ میده، شما در یک سطح خیلی بالاتر پاسخ میدید، اون کشور توانایی پاسخ نداره، مثلا آمریکا پاسخ میده، شما پاسخ میدید و این منجر به جنگ فراگیر میشه. این دو مؤلفه در روابط بین الملل بین کشورهای بزرگ با انعطاف‌پذیری کنترل میشه. این از کجا اومد؟ این اگر دقت کنید، سالهای 1961 و 1962، اوج جنگ سرد که تو اون 3-4 ماه، تو اون مقطع 3-4 ماه زمان کندی یه اتفاقاتی افتاد. روس‌ها میخواستن، شوروی سابق میخواست در کوبا موشک‌های اتمی شد قرار بده، سکوی پرتاب موشک اتمی قرار بده. خب این یک تنش حد اکثری ایجاد کرد و باعث شد که حتی نزدیک به جنگ اتمی بشیم. خیلی هم جدی بود، باید بپذیریم این خیلی جدی بود. تو مقطع کندی بود و خروشچف، بعدها وزیر دفاع کندی که بعدها رئیس بانک جهانی هم شد، سالهای بعد اشاره کرد به اینکه تو اون جلسه امنیتی برآورد ما این بود که اگر جنگ اتمی اتفاق بیفته که خیلی محتمل بود، تو همون روزهای اول 200 میلیون نفر از دو طرف کشته خواهند شد، چون این جنگ فراگیر اتمی بود دیگه، انتهایی نداشت، دو طرف می‌خواستن به هم حمله اتمی کنن. اولین اتفاقی که افتاد از اون تاریخ به بعد، یک فضای کنترل شده تعریف شد. یعنی خطوط تلفن، تلفن‌های قرمز زنگ که توی میز رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه هست و این باعث می‌شد که اگر کسی می‌خواد کار خود سرانه بکنه این کنترل بشه، یا اگر درگیری هست سطح این درگیری تعریف بشه و کنترل تنش اتفاق بیفته. جنگه هست ولی سطح اون رو بتونن تعریف کنن. خب اینو ما در انعطاف پذیری روابط بین الملل میبینیم. ببینید، به طور مثال یکی از مواردی که سال گذشته خیلی راجعش بحث بود و آمریکایی‌ها و چینی‌ها تلاش کردن احیاش کنن این بود که اشاره میشد بعد از سفر نانسی پلوسی به تایوان، خطوط ارتباطی بین چین و آمریکا قطع شده و این خیلی خطرناکه. و تلاش دو کشور این بود که البته چین، تلاش آمریکا این بود که چین رو مجاب کنه خط ارتباطی بین وزارت دفاع چین و آمریکا برقرار باشه و اینا دیداری داشته باشن. برای چی هست؟ برای این هستش که در اوج رقابتی که بین چین و آمریکا هست، این کنترل شده باشه. یعنی ما توی موازی میخوایم شما کنترل کنیم، تو موازی با شما داریم کار میکنیم، بتونیم چارچوب رقابت و جنگمون رو تعریف کنیم. اینو ما در جنگ روسیه اوکراین هم میبینیم. مثلا زلنسکی بارها اشاره کرد که ما در دل خاک اوکراین با روس‌ها می‌جنگیم و تسلیحات غربی‌ها که بارها به زلنسکی اشاره کرده بودن حق استفاده در داخل خاک روسیه رو نداره، چون این باعث به تشدید درگیری و گسترش افقی جنگ، تنش جنگ یعنی به دیگر کشورها می‌شد.
به میگن انعطاف پذیری در روابط بین الملل و کنترل، جنگ کنترل شده، جنگ کنترل شده. خب بین ایران و آمریکا به عنوان یک قدرت و یک هژمون این جنگ کنترل شده بارها و بارها وجود داشته. یه مثال، سال گذشته و سال پیش بود که یه کشتی نفتی رو ایران می‌خواست بیاره، ناو آمریکایی اومد قایق‌های تون رو و ناوچه ایران بودن، این نزاع و نمایش قدرت به نفع ایران تموم شد چون این یک جنگ کنترل شده است. در بحث عین الاسد این یک جنگ کنترل شده است و این خطوط ارتباطی تعیین میکنه که شما در چه محدوده و چارچوبی داری با طرف مقابلت میجنگی و این کمک میکنه اتفاقا در مواردی که منافع مشترک دارید منافع مشترک رو دنبال کنید، در مواردی که درگیر هستید در اونجا رقابت درگیر داشته باشید. به طور مثال زمانی که آمریکا به افغانستان حمله کرد ایران اطلاعاتی امنیتی کمک کرد به آمریکایی ها، همکاری کرد. اینجا منافع ما مشترک بود که طالبان کنترل بشه توی مقطع اولی که اومده بودن. این جنگ کنترل شده اما یک موزلی ایجاد کرده هم برای ایران هم برای آمریکا. چرا پاسخ ایران به دراز انجامید؟ به اسرائیل حمله کرد به کنسولگری ایران، یک خط قرمزه. این پیچیدگی های به شدت بالا ایجاد کرده از چند منظر. درسته که آمریکا حامی مطلق اسرائیل هست و منافع آمریکا در گروه بقای اسرائیل هست. ببین اگر آمریکا اسرائیل دست بده در کشورهای پیرامون ما، کشور عربی همیشه در این سالها بقاشون رو خریدن، خاندانهای سلطنتی بقاشون رو از غرب خریدن، بقای حکومتشون رو. چرا از غرب خریدن؟ چون تسلط غرب هست که به صورت یک تسلط امنیتی در منطقه ما بروز و ظهور داره. اگر اسرائیل شکست بخوره در واقع تسلط امنیتی غرب در منطقه ما به چالش کشته میشه. حالا شما پالسایی از کشور عربی میبینید در یک دو سال گذشته به سمت سیاست درهای باز حرکت کردن. سیاست درهای باز چیه؟ به طور مثال قطر با اسرائیل روابط داشت، بیشترین سطح حمایت‌ها از حماس رو هم داشت، با آمریکا در روابط راهبردی بود، با ایران در روابط استراتژیک، نشست‌های صلح رو برقرار میکرد در قطر، در تو افغانستان مرکز سیاسی طالبان رو هم توی قطر میگن سیاست درهای باز، یعنی با همه کار میکرد. کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان با علم به این و نتیجه گیری این که آمریکا داره لحاظ امنیتی کنترل حداکثرش از دست میده به سمت سیاست درهای باز دارن حرکت میکنن و نشانه های نشون میدن که بخشی از این بقا و امنیت رو از چین و روسیه با حضورشون توی منطقه ایجاد کنن و اساسا حضور اونها هم چالش هایی داره چون ایران اینجا هست و در نهایت بعد از ایران بخرن. این برای آمریکا یک خط قرمزه. پس اسرائیل نه شکست بخوره و آمریکا هم حتی اکثرا در کنار اسرائیل، اما این به این معنا نیستش که نتانیاهو و دولت اسرائیل به صورت مطلق و الزاماً حتی اکثری در راستای سیاست آمریکا کنشگری کنند. اینطور نیست. خیلی از مواردی که از 7 اکتبر به بعد اتفاق افتاد در چارچوب نظرات مثبت آمریکا نبود که اسرائیل انجام داد. به طور مثال اخیراً آشپزهایی که استرالیایی، انگلیسی و اروپایی بودن رو مورد هدف قرار داد. خب این نیازی نیست که قبل در کنار شماست دیگه. ببینید پس یه جاهایی در بحث کلان نه اما در جزئیات یک جاهایی منافع آمریکا و اسرائیل هم در تضاد قرار میگیره و نتانیاهو زلنسکی نی که تبعیت پذیری حداکثری داشته باشه. این یه موضوع. وقتی کنسولگری ایران زده شد ایران اومد تو شورای امنیت اشاره کرد که آقا ما حمله کنسولگری رو میخوایم که محکوم کنید. مورد دوم اومد گفت ما در چارچوب حقوق و روابط بین الملل پاسخ خواهیم داد. مورد سوم خط ارتباطیش با آمریکا رو فعال کرد. ارتباط گیری ایران آمریکا به چه معناست؟ همون جنگ کنترل شده. یعنی من نمیخوام در صورت پاسخ این جنگ منطقه کشته بشه و تو هم نمیخوای. من نمیخوام در صورت پاسخ تو در سطحی بالاتر پاسخ بدی، من در سطحی بالاتر، تو در سطحی بالاتر، من در سطحی بالاتر، این جنگ فراگیر. این جنگ کنترل شده است. اما مشکل و موزل کجاست و چرا پاسخ ایران به درازا کشیده شده؟
آمریکا توانایی این که دولت نتانیاهو رو به صورت حد اکثری کنترل کنه رو نداره. هیچ تضمینی نیست که ایران این پاسخ رو داد اسرائیل پاسخی در سطح بالاتر نده و شما مجبورید پاسخی در سطح بالاتر بدید، اسرائیل توانایی این پاسخ به سطح بالاتر نده، غرب بعد ورود کنه و غرب و ایران درگیر شد و این یک جنگ فراگیری، یعنی فعال شدن نقطه درگیری به سمت تشدید افقی و عمودی. اینجا کار به گره خورده. ایران علاقه ای نداره جنگ منطقه کشته بشه، آمریکا هم علاقه ای نداره جنگ منطقه کشته بشه. پس فکر نکنید نتانیاهو دیوانه، مضحک یا بی عقله. اتفاقا هدف قرار دادن آشپزها، اون نیروهای غربی در غزه، همین پالسو داره میده. یعنی من بر سر منافع کلیم با شما همراستام، هم منافعیم با غرب، اما بر جزئیات من حاضر نیستم مورد معامله شما باشم. من سیاست ها و منافع حداکثری خودم رو دنبال خواهم کرد. این پالیسی بود که به ایران داده شد و به غرب. یعنی من وارد بازی شما نمیشم. شما جنگ کنترل شده تون رو دارید، الزاما جنگ کنترل شده تو این مقطع برای اسرائیل سمه. چرا؟ چون اسرائیل در منجلاب گیر کرده و اسرائیل باید این فضا رو تغییر بده. این تغییر این فضا با جنگ کنترل شما شده شما در تضاده. من نیاز دارم غرب از سطح بازدارندگی خارج شه و سطح تهاجمی بگیره بیاد کمک من. من از وضعیت نابودی حماس و در واقع کنترل امنیتی غزه در این 7-8 ماه گذشته ناتوان بودم و زمان به ضرر منه. حالا اینجا یک رقابتی وجود داره. خب برسم به این که ایران اگه پاسخ بده چه شرایطی میتونه ایجاد بشه. بحث اول، بایدن مطلوبش هست که نتانیاهو کنار بره. بایدن به انتخابات داره نزدیک میشه، جامعه مدنی طرفدار دموکرات هاست، جامعه مدنی در کنار فلسطینه. هرچی به انتخابات نزدیک میشیم زمان برای بایدن محدود میشه و بایدن باید سبد رأی جامعه مدنی نسبت به خودش رو به دست بیاره. پس کنار رفتن دولت نتانیاهو یکی از مواردی که در یکی دو ماه گذشته رو ما پالس هاشو از سمت بایدن میبینیم. کنار رفتن دولت نتانیاهو به چه شکلی امکان پذیره؟ الان اونجا دولت بر رأس کار نیست، کابینه جنگ شکل گرفته و در کابینه جنگ تصمیمات گرفته میشه، از نگاه جنگ تصمیمات گرفته میشه. اگر شما بتونید یک آتش بس 6-7 هفته ایجاد کنید که پایداری داشته باشه، حالا امکانه در واقع انتخابات و یک دولت جدید به وجود میاد. پس نتانیاهو اگر به سمت یک آتش بس 2-3 ماهه حرکت کنه، اساسا احتمال از دست رفتن نخست وزیریش بسیار بالاست. پس اینجا یه تضاد منافع بین بایدن و نتانیاهو داریم. دو، پس بقای نتانیاهو در ادامه تنش نه آتش بس، بقای آینده انتخاباتی بایدن در کنترل آتش بس و کنار زدن نتانیاهو. ما آمریکا و اسرائیل داریم که هم منافع نه در مقابل ایران، اما در دل این جزئیاتی وجود داره. دو، آمریکا درگیر اوکراین داره میشه و کنترل روسیه و علاقه این نداره در دو محور وارد جنگ گسترده بشه. ولی الزاماً این به معنای نیستش که نتانیاهو هم یک چنین منافعی براش قابلیت نقش شدن داره. اتفاقاً برای خروج از این باتلاق نتانیاهو نیاز داره جنگ رو به بیرون غزه بکشه و بتونه غرب رو همراه کنه. اینجا هم یه تضاد داریم. نکته کجاست؟ نکته سوم این هستش که آمریکایی‌ها نتونستن رفتار نتانیاهو رو به صورت حداکثری در چارچوب خواست خودشون سوق بدن. این هم اتفاق نیفتاده. حالا برگردیم به بحث اول. اسرائیل کنسولگری رو زده. ما یک ساختاری داریم به نام جنگ کنترل شده. این خط ارتباطی بین روسیه و آمریکا، ایران و آمریکا، چین و آمریکا وجود داره. الان نکته‌ای که هست اینه، اگر ایران به اسرائیل پاسخ بده از جنس جنگ کنترل شده است، یعنی هدف قرار دادن عین الاسد. خب ما یک سیاست کلی تعریف کردیم، خروج آمریکا از منطقه، این بزرگترین انتقام ما و این ادامه خواهد داشت. این رقابت در تک تک نقاط آفریقا آسیا وجود داره. ما تو اوکراین به روسیه کمک میکنیم از پس این سیاسته. ما تو آفریقا به فرانسه فشار میاریم از پس این سیاسته. ما نیروهای خودمون رو تسلیح میکنیم در مقابل آمریکا، پس این سیاسته. اما ادامه جنگ ایران آمریکا وجود داره.
اما در مؤلفه جنگ کنترل شده ما این رسته رو زدیم تموم شد. آیا ایران به اسرائیل حمله شده در قالب جنگ کنترل شده است؟ این به چی برمیگرده؟ به میزان کنترل حداکثری آمریکا بر دولت نتانیاهو. یعنی ایران زد شما پاسخ نمیدی. آمریکا نتونسته نتانیاهو رو کنترل کنه و نتانیاهو پالس پاسخ داره میده، و اگه پالس پاسخ بده و شما اون وقت ایران مجبوره پاسخ بده، اونا مجبورن پاسخ بدن، ما مجبوریم پاسخ بدیم. جنگ فراگیر، هم ایران و آمریکا اینو نمیخوان، هم جلوگیری ازش منوط به تسلط آمریکا و نتانیاهو. این یه موضوع. پس این حمله برای اینه که به درازا کشیده، یکی از موارد اصلی و چارچوبش اینه. نکته دوم، ایران باید پاسخ بده. من روز اول میگفتم من جنس پاسخ پهپاد موشکی رو نمیپسندم، مثلا نف بزنید. این وضعیت رو داریم بررسی میکنیم، چون ما همین سطح داریم اسرائیل رو فلج کردیم تو همین سطح. اما یک موضوعی وجود داره، بعضی از کارشناسان معتقد به همسطح سازی بازدارندگی هن. یعنی این پاسخ رو الزامی میدونن، بیرا هم نمیگن. به هر حال ایران باید پاسخ بده. پاسخ ایران یک بازه زمانی داره، یعنی اثرپذیری این پاسخ هم یک تایمی داره. شما 8 ماه دیگه پاسخ بدون اثرپذیریش از دست داده. ایران یک بازه مثلا 10 روز تا 2 هفته داره دیگه، نهایتا بخواد پاسخ بدون اثرپذیریش ازش. یک طرف اسرائیلی داریم که تبعیت پذیری حتی اکثری از بایدن نداره، یعنی بازی جنگ کنترل شده میره کنار. یه طرف ایران رو داریم که یک بازه زمانی محدود داره و باید این حمله رو انجام بده. این یک پیچیدگی حد اکثری ایجاد کرده در این وضعیت. و اتفاقا نتانیاهو تو این تو زدن کنسولگری ایران برآوردهای دقیقی داشت، و اتفاقا نتانیاهو مخمصه برای ایران و آمریکا ایجاد کرده و در شرایط جدیدی بعد از 3 دهه قرارشون داده. اینو البته این مخمصه الزاماً به این معنا نیستش که اسرائیل برنده خواهد بود، چون این جنگ اگر اتفاق بیفته، غرب اگر بخواد ورود حد اکثری کنه براش آماده نیست. و جغرافی اسرائیل جغرافیایی که به هر حال بازدارندگی محدودی داره و آسیب جدی خواهد دید، ولی اسرائیل معتقدم داره به این فکر میکنه که محور مقاومت کمی برای اینکه در واقع جنگ کنترل شده احیا بشه، یعنی نتانیاهو بپذیره که در صورت حمله ایران پاسخ جدی نده منجر به جنگ بزرگ شه، از محور مقاومت تحت فشار پوان بگیره و اون اینه که یک مقدار فشار به سر کاهش بدن. نتانیاهو داره به این فکر میکنه و محور مقاومت من تصور نمیکنم این بازی رو با کاهش همراه کنه، چون نتانیاهو هم از غزه بیرون نخواهد اومد. سیاست پایان حماس رو دنبال میکنه. ببینید چقدر پیچیده است. یعنی اینطور نیست بیایم بگیم باید بزنیم. هیچ الزام و باید و نبایدی وجود نداره. باید برآوردهای متفاوت در سطوح متفاوت از یک کنش و یک واکنش داشته باشیم. گاهی یک کنش میتونه به شما منافعی بده ولی تبعات گسترده تری بده. و نکته بعدی، یکی از مسائلی که در صورت حمله ایران و افزایش تنش غرب داره دنبال میکنه این هستش که روز گذشته سه کشور اروپایی در دل برجام وارد یک جلسه با مسئول بخش هسته‌ای شدن و مسائل پادمانی ایران رو مطرح کردن و گزارش حقیقی برای جلسه پیش روی چند روز دیگه یه شورای حکام خواستن. یعنی چی؟ یعنی مردم گفتن آقا ایران تو یه سر موارد پادمانی تخلفاتی داشته، گزارش کاملتون رو بدید. با استناد به اون گزارش و تحت فشار قرار دادن آژانس انرژی هسته‌ای که گزارش و با تایید این موارد پادمانی ایران همراه بشه، اینا میتونن از شورای حکام پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن. این هم یکی از مواردیه که غرب به عنوان بازدارندگی داره پالسشو میده.
حالا به چه معناست؟ به معناست این که به این معناست که میتونه پاسخ ایران ایران رو دوچار هزینه های بیشتری هم بکنه. آیا ما در موضع ضعفیم؟ نه، میدان تحت کنترل ماست و اونها در موضع ضعفن. یعنی یک نتانیاهو داریم که باید بازی رو تغییر بده، یک بایدنی داریم که باید نتانیاهو رو کنترل کنه، یک آمریکا اروپایی داریم که باید جنگ در منطقه ما براشون اتفاق نیفته، و یک روسیه که داره پیشروی میکنه و یک چینی غیر قابل پیش بینی هم اینجا هست. اما ایران به صورت حد اکثری باید تمام اینا رو برآورد کنه دیگه، یعنی سبک سنگین کنه میزان منافع و مضرات اون، که حتی اگر خواست پاسخ بده با یک کنترل حد اکثری بر تمام فضاها این انجام بده. پس انقدر هم ساده نیست، یعنی بعضی وقتا پیچیدگی ماجرا خیلی زیاده. ببینیم ایران پاسخ میده، ببینیم بایدن میتونه جنگ کنترل شده رو به نتانیاهو، بین ایران و آمریکا وجود داره، تحمیل کنه. ببینیم نتانیاهو زیر بار این موضوع میره، ببینیم نتانیاهو پاسخ بزرگتر میده و جنگ به صورت افقی و عمودی به منطقه کشیده میشه و همه اینها به زودی مشخص خواهد شد. ممنون از اینکه با من همراه بودید، امیدوارم تحلیل با میلتون بوده باشه. از جنس نگاه خودم بود این تحلیل و تلاش کردم از زاویه‌ها و عینک‌های متفاوتی بهش بپردازم. حتما لایک کامنت کمک میکنه و کمک‌های مالیتون رو از کانال ما دریغ نکنید، به شدت بهش نیاز داریم و عمده توان در واقع مالی ما مجموعه‌ای که داریم با هم کار میکنیم و درآمد یوتیوبی که کاملا بین هممون تقسیم میشه به کمک های مالی شما گره خورده، و این لطف شماست که همیشه ممنون و وامدار شما عزیزان و پارهای تنمون هستیم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.